بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. تسلیت عرض میکنیم شهادت ریاست جمهور محبوب کشور عزیزمون رو و همینطور وزیر محترم خارجه جمهوری اسلامی ایران شهید امیر عبداللهیان رو و همراهانشون رو خدمت مقام معظم رهبری، مردم شهید پرور ایران و همینطور خانواده های محترم شهدا و ایثارگران و حضار محترم. خب ما از شب گذشته حادثه فرود هلیکوپتر حامل ریاست محترم جمهوری که خبرش رسانه ای شد، خب پیام های مختلفی دریافت کردیم از مسئولین محترم اقلیم کردستان، همراهی کردن، اظهار امیدواری کردن که این حادثه ختم به خیر بشه و خب در صبح امروز متاسفانه خبر شهادت سرنشینان هلیکوپتر رو شنیدیم و خبر منتشر شد که بلافاصله هم مسئولین محترم اقلیم کردستان، هم مسئولین منطقه کشورهای مختلف و همین که احزاب، گروه‌ها، شخصیت‌های مختلف پیام‌های تسلیت و همدردی ارسال کردند و ما دریافت کننده پیام‌های عرض تسلیت این دوستان بودیم. به هر حال این حادثه حادثه ناگواری بود و حادثه بزرگی بود برای جمهوری اسلامی ایران، اما خب بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تایید مقام معظم رهبری، بلافاصله جناب آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور به عنوان مدیریت اجرایی کشور مشغول به کار شدن و از همون لحظات اول جلساتشون رو شروع کردن و خوشبختانه دولت روال عادی خودش رو داره طی میکنه. جناب آقای علی باقری کنی، دکتر علی باقری کنی هم به عنوان مدیر بین الملل منصوب شدن و جایگزین وزیر محترم امور خارجه مدیریت و سکانداری وزارت خارجه رو به عهده گرفتن و ایشون هم این مسئولیت رو فعلا بر عهده دارن. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا 50 روز آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و انشالله ریاست جمهوری منتخب انتخاب خواهد شد، لذا در روند کشور انشالله خللی به وجود نخواهد. مقام معظم رهبری در پیامی 5 روز رو عزای عمومی اعلام کردن، بر همین اساس ما پرچم رو نیمه افراشته کردیم به مدت 5 روز و عزا در کنسولگری عزاداری داریم و دفتر یادبود رو از فردا صبح باز میکنیم به مدت 3 روز از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر میزبان مهمانان گرامی، شخصیت‌های مختلف، نمایندگی‌های خارجی که در اقلیم کردستان حضور دارند و مسئولین اقلیم و همینطور احزاب، گروه‌ها و ایرانیان مقیم خواهیم بود و در این مدت 3 روز انشاءالله میزبانشون خواهیم بود. هر کدام فرصت کردن تشریف آوردن، ما قدمشون رو چشم و انشاءالله ما میزبانشون خواهیم. در خدمت دوستان عزیز هستیم. یه سوالی دارید؟ اول من یه سوال داشتم. من مجید سلیم سلیمی هستم از کانال اول میدیا.
سوال من اینه که آیا تا الان جمهوری اسلامی ایران به این حادثه مشکوک هستن؟ اگر مشکوک هستن و چه کشوری مشکوک هستن؟ خب تا الان این حادثه به هر حال حادثه ناگواری است. جهات مختلف این حادثه بررسی خواهد شد، اما این که مشکوک هستند به جهات خاصی من اطلاعی ندارم، اما یقینا حادثه مهمی هست و جوانب مختلف این حادثه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لم اداوا دا دستی که فلان گیری درکی هبو به ام اولا ای اولان تان چی بوا؟ عرض کردم، گفتم که خب این جهات مختلفش انشالله بررسی خواهند کرد، ولی خب اطلاعات اولیه اینه که خب بر اساس بحثای طبیعی این اتفاق افتاده، بعدی آب و هوا و رخدادی که صورت گرفته، اما به هر صورت این جوانب مختلف این موضوع رو بررسی خواهند کرد. اونایی که دستن در کار این موضوع هستن حتما جوانب رو بررسی خواهند کرد. عرض کردم ما از فردا دفتر یادبود در همین محل داریم، همینجا هم افرادی که مراجعه میکنن ما در خدمتشون هستیم برای همین پرس مراسمش. خیلی ممنون، تشکر میکنم از حضور گرم شما، از اینکه پوشش دادید این موضوع رو و سپاسگزار هستم. از بله منظور نه خیلی نه، هنوز که تازه ابتدای کاره، هنوز ما اطلاعی نداریم از این که چه اقدامات صورت گرفته، اما یقینا خب حادثه مهمی هست، این حادثه جوانبش رو بررسی خواهند کرد، به هر حال به این راحتی از کنارش نمیگذره. چه گمانی باشه چه نباشه این موضوع باید بررسی بشه، این رو یقینا مسئولین بررسی خواهند کرد و نتایج رو اعلام خواهند کرد. هناك خلال الساعات الماضية بدت الكثير من الدول الإقليمية منها العربية وغير العربية بالإضافة إلى الدول الغربية، هناك نوع من التعاطف الواسع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هل هذا سيعني خلال الفترة المقبلة تحسن بعض العلاقات الدولية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين ربما الغرب إذا صح التعبير، أو بعض الدول التي لا تمتلك علاقة جيدة مع طهران في المنطقة؟ بسیار از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای کشورهای کردی برای احساس همدردی کردن و این به شکل خیلی گسترده انجام گرفته. آیا این نشان از این است که در آینده رابط جمهوری اسلامی ایران با این کشورها بهتر بشه؟ خب ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به هر حال یکی از شخصیت هایی بود که تعامل بسیار گسترده و خوبی رو با همه کشورها داشتن، خب به خصوص به کشورهای منطقه‌ای، سیاست منطقه‌ای ایشون، سیاست همسایگی اولویت فعالیت‌های ایشون بود، خب و خب اظهار همدردی کشورهای مختلف، ریاست‌های جمهور کشورهای مختلف و مسئولین مختلف کشورها نشان از اون همدردی و همدلی داره که در ساحه بین المللی و در این گونه ضایعات وجود داره و خب این به صورت طبیعی این اظهار همدردی میتونه مؤثر باشه و به هر حال در آینده روابط هم حتما تأثیر خواهد داشت.